دو زن و 94 مرد دوره 62 روزه کماندویی را می‌گذرانند. در این دوره به آنها آموزش می‌دهند که چگونه با خستگی، گرسنگی و استرس دست و پنجه نرم کنند تا بتوانند سربازان واحدهای کوچک را در عملیات رزمی رهبری کنند. اولین دوره کماندویی شامل 19 زن و 381 مرد بود که در اردیبهشت امسال آغاز شد. محلان پایگاه نظامی فورت بنینگ در ایالت جنوبی جورجیای آمریکا بود. آموزش ها و تمرین ها در جنگل، مناطق کوهستانی و نیز مناطق باتلاقی ایالت فلوریدا برگزار شد. تکاوران نیروهایی هستند که ارتش می تواند در اسرع وقت به این گونه مناطق اعزام کند و معمولا عملیات آنها یک هدف خاص دارد. علاوه بر تمرین های زمینی، چتر بازی، حمله های هوایی و دریایی هم تمرین می شود. جمعه 30 مرداد ماه مراسم فارغ التحصیلی گروهی که دوره را با موفقیت گذراندند در فورت بنینگ برگزار می شود. در راستای برابری زن و مرد، ارتش آمریکا 2 سال پیش درها را به روی زنان باز کرد تا بتوانند به مردان در خط مقدم جبهه رزمی بپیوندند. از آن زمان شاخه های مختلف ارتش سرگرم تجدید نظر در شروط استخدام هستند که شامل هر دو جنسیت باشد و همچنین تصمیم گرفته شود که آیا شاخه‌ای هست که زنان را از آن مستثنا کنند. ابتدا ارتش در مقابل ایده خدمت زنان در واحدهای رزمی مقاومت کرد، اما از آنجایی که ارتقای مقام و پیشرفت در ارتش ایجاب می کند که زنان نیز چنین دوره‌هایی را بگذرانند، فشار افکار عمومی ارتش را مجاب کرد سنت دیرینه خود را تغییر دهد. البته فعلا این دو زن تکاور به عملیات‌های کماندویی اعزام نخواهند شد. تقریبا 12% نیروهای اعزامی آمریکا به عراق و افغانستان را زنان تشکیل می‌دادند و 2% تلفات ارتش در این دو جنگ زنان بودند.